سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 27 آذر 18 ماه میلادی دسامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ابراز تأسف آمریکا و 3 کشور اروپایی از توقف مذاکرات. تیم مذاکره کننده ایران برای مشورت با تهران مذاکرات را متوقف کرد. همزمان واکنش‌ها به گم شدن کارت حافظه دوربین آژانس در تأسیسات کرج ادامه دارد. آژانس میگوید نهادهای امنیتی ایران باید برای دسترسی به تصاویر دوربین‌ها از ما اجازه بگیرند. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: به درخواست‌هایمان توجه نکنید، از روز سه‌شنبه اعتراضات را ادامه می‌دهیم. همزمان اسامی 31 معلم زندانی منتشر شد. در پی بیخبری از سرنوشت جواد لعل محمدی، فرهنگیان خواستار آزادی بیقید و شرط معلمان زندانی شدند. و در پی حمایت امامان جمعه اهل سنت از امام جمعه عزل شده آزاد شهر، گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد دفتر علی خامنه ای از امامان جمعه خواسته نسبت به عزل محمد حسین گرگیج اعتراض نکنند. هفتمین دور از گفتگوهای احیای برجام روز گذشته در وین به پایان رسید. مذاکره کنندگان میگویند در این دور از گفتگوها توانستند برخی ایده ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را برای بحث و مذاکره بیشتر به پیشنویس قبلی اضافه کنند. این دور از گفتگوها به درخواست مذاکره کننده ارشد ایران و به منظور مشورت با مقام های ارشد نظام در تهران متوقف شده است. 3 کشور اروپایی در بیانیه‌ای گفتند که توقف مذاکرات از سوی ایران آنها را دلسرد کرده. باقری کنی سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی اما میگوید از ابتدا هم قرار بر استراحتی چند روزه در خلال این مذاکرات بوده است. یک روز پس از توقف گفتگوها، علی باقری کنی سرپرست هیئت ایرانی منکر درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر توقف مذاکرات شده بود. باقری کنی سرعت دستیابی به توافق را هم وابسته به طرفهای مقابل دانسته و گفته در دور بعدی مبانی مذاکرات 2 سند جدید درباره لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای است که هفته قبل و در وین به دست آمده. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته آمریکا درباره عدم پیشرفت در مذاکرات از طریق طرفهای اروپایی به جمهوری اسلامی هشدار داده. جک سالیوان در نشست شورای روابط خارجی گفت مستقیما به ایران پیام دادیم که در صورت بازنگشتن به توافق هسته‌ای چه اتفاقی رخ خواهد داد. یک عضو ارشد وزارت خارجه آمریکا هم در یک کنفرانس خبری با انتقاد از مواضع تهران گفت تعهد اصلی دولت جو بایدن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. این مقام تاکید کرده اینکه ایران پای میز مذاکره بنشیند و همزمان برنامه هسته‌ای خود را تسریع کند از نظر آمریکا قابل پذیرش نیست. همزمان با پایان دور هفتم مذاکرات، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نهادهای امنیتی ایران باید برای دسترسی به تصاویر دوربین‌ها از آژانس اجازه بگیرند. رافائل گروسی روز گذشته در جمع خبرنگاران دوربینی که قرار است در تأسیسات کرج نصب شود را به نمایش گذاشت و گفت هیچ حمله سایبری نمیتواند این دوربین‌های جدید را از کار بیاندازد، چون اساساً دوربین‌ها به هیچ سامانه عمومی متصل نیست و امکان هک شدن آنها وجود ندارد. این اظهارات رافائل گروسی پاسخی است به ادعای ایران مبنی بر استفاده جاسوسی از دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است، ادعایی که از سوی وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده بود. پیشتر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود، کارت حافظه یکی از دوربین‌های آژانس پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مفقود شده و جمهوری اسلامی باید در این باره پاسخگو باشد. از همکارم نیلوفر پور ابراهیم در وین پرسیدیم این پیشنویس مشترک یا مبنای کار مشترک که طرفین میگویند به آن رسیدند دقیقاً چیست؟ چیزی که از مذاکره کنندگان مقابل ایران میشنویم اینه که طرفین تونستن تو این دور از مذاکرات برخی پیشنهادات و ایده های ایران رو وارد متنی یا پیشنویسی بکنن که قبل از این بهش رسیده بودن توی دورهای قبل، به این معنا که حالا قرار هست از اینجا به بعد در واقع در دور بعدی گفتگوها تازه مذاکرات آغاز بشه و سر این موضوعاتی که حالا توی این متن ها دارن بشینن
بشینن گفتگو بکنن، در حالی که همچنان اختلافات زیادی دارن. اونطور که مذاکره کنندگان غربی میگن، به نظر میرسه اون بخش های مربوط به فعالیت های هسته‌ای ایران بحث های پیرامونش کامل تره. حالا برای بحث این خیلی مهمه که بگیم و نه به صورت کامل شده، برای بحث کامل تره تا بخش مربوط به تحریم ها که به نظر میرسه تغییر چندانی نکرده. طرف ایرانی تلاش میکنه تا این رو به شکل همون دو متن که از طرف ایران ارائه شده در این دور از گفتگوها ارائه بده، ولی در نهایت اون چیزی که ما اینجا از در واقع مذاکره کنندگان مختلف از حتی روسیه و چین میشنویم یک متنی پیشنویسیه که قبلا داشتن، حالا ایده های جدیدی برخی ها اضافه شده و نه تماما و قراره دوباره روش کار بکنن. و همون جمله معروفی که همیشه توی مذاکرات گفته میشه، تا روی همه چیز توافق نکنن به هیچ توافقی نرسیدن و هیچ کدوم از این بحث هایی که الان داریم میکنیم و میگیم توی این توافق اومده جایی در واقع نداره. بحث سر اینه که قبل از این گفته میشد که 80% اون پیشنویس به پایان رسیده، اختلاف ها روش کمه، ولی 20% باقی مونده. حالا برگشتن دقیقاً بعد از حدود 3 هفته مذاکره در وین به همون جای قبلی، اونطور که آقای باقری میگه اگه قبلا 20% اختلاف بود، حالا چند تا اختلاف دیگه هم بهش اضافه شده. توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. در همین رابطه از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، پرسیدیم در حالی که کشورهای اروپایی مرتب به ایران هشدار می‌دهند که زمان برای رسیدن به توافق کوتاه است، توقف مذاکرات از سوی هیئت ایرانی و بازگشت به تهران به چه دلیل است؟ خب دلیلش برمیگرده به نوع رفتاری که پیش از این هم طرف ایرانی داشته. برای بازگشتن به برجام، برای مذاکره کردن، تعیین روز مذاکره، هستش که خیلی تعلل‌های زیادی صورت گرفت تا اینکه روز 29 نوامبر تعیین شد. بعد از اینکه وارد مذاکره شدن، دیدیم که بحث طرف ایرانی دو تا سند، اسم از دو سند جدید آورده که در ادوار قبلی زیر سرپرستی آقای عراقچی اصلا بحثی از سندهای جدید نبود. خیلی هفته اول به همین گذشت که بی نتیجه سپری شده بود. الان هم که این جلسه در واقع به خواست طرف ایرانی تعطیل شده، با چند روز آینده میرسیم به تعطیلات آخر سال میلادی که خود به خود تعطیلات مفصلی آغاز میشه. عملا یک فرصت زمانی میشه گفت مثلا یک ماهه باز برای ایران حاصل میشود که بحث ها رو همچنان با سپری کردن زمان به عقب بیاندازه. روی در مجموع اگر دقت کنیم، آنچه که شرح دادم عبارت است از یک پالیسی تأخیر و تعلل که چه در زمان اینکه مذاکرات چه روزی تعیین بشود و چه در حین مذاکرات، این پالیسی تأخیر و تعلل از طرف ایران داره پیگیری میشه. توضیحات حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. از کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، پرسیدیم رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند کارت حافظه دوربین آژانس در تأسیسات کرج منهدم شده. چقدر این ادعا میتواند منطبق بر واقعیت باشد؟ خب ببینید، بستگی داره که منظور از گم شدن چه باشه. به خاطر اینکه این دوربین‌ها جسدشون رو در واقع خراب شدهشون رو آوردن پایین و در اختیار آژانس قرار دادن، یکی از این دوربین‌ها داخلش کارت حافظه نیست، یعنی بدنه شکسته هست ولی کارت حافظه نیست. کارت حافظه نمیتونه خودش از دوربین بیاد بیرون و تبدیل به انرژی بشه، ناگهان ناپدید بشه. اگه جایی هم دورتر بیفته که احتمالش کم هست، به خاطر اینکه اون باکسی که کارت حافظه رو نگه می‌داشته نسبتاً سالم هست، این بعد یک جایی پیدا بشه. حالا جمهوری اسلامی میگه که این گم شده. دیروز آقای گروسی در اون کنفرانس مطبوعاتیش خیلی به صراحت گفت که این یک پدیده بسیار عجیبی هست و ما در واقع به نوعی گفت تلویحاً که نمیتونه باور بکنه که این کارت ناپدید شده باشه. حالا چه بوده اطلاعات داخل اون کارت که جمهوری اسلامی نمیخواست در اختیار آژانس قرار بگیره، هنوز ازش خبری منتشر نشد. و همچنین پرسیدیم پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که به این دلیل تیم بزرگی به وین بردند که اینها قدرت تصمیم گیری در وین رو داشته باشند. حالا گفته می‌شود که این تیم برای مشورت به تهران برگشته. چه تغییری در روند مذاکرات رخ داده که نیاز به بازگشت تیم مذاکره کننده به تهران شده؟
خب ببینید، اینکه یک تیم حالا مثلا 40 نفره یا یک تیم بزرگ برود اونجا و اختیار تصمیم گیری داشته باشد، این ربطی به ابعاد تیم نداره. در واقع هیچ کدوم از این افراد قدرت تصمیم گیری ندارن. نه تنها 40 نفر، اگر 80 میلیون نفر هم میرفتن نمیتونستن تصمیم بگیرن، چون تصمیمو در ایران یک نفر میگیره. در تمام تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی آقای خمینی هم موقعی که رهبر بود یک بار برگشت گفت اگر 35 میلیون نفر، موقع جمعیت ایران 35 میلیون بود، بگویند نه من میگویم آری، یا برعکسش این، یا بگویند آری من میگویم نه. الان هم آقای خامنه ای تصمیم گیرنده اصلی قضیه هسته‌ای در ایران است. حالا تیم مذاکره کننده هسته‌ای 40 نفر بشه، 50 نفر بشه، متشکل از یک سری افرادی است که یک سری اختیارات محدودی دارن، میرن اونجا سر اون اختیارات بحث میکنن. اگه پا بخواد فراتر از اختیاراتشون گذاشته بشه، اینها باید برگردن. و من فکر میکنم که اتفاقی که در وین افتاده این بوده که اون خواسته هایی که حالا مطرح شده یا مسائلی که بر سر چانه زده شده از حد اختیار آقای باقری کنی و تیمش فراتر بوده، برگشته به تهران که دستورات لازم رو بگیره و هماهنگی کنه. و در ادامه پرسیدیم، جیک سالیوان گفته که مستقیما به ایران پیام داده که در صورت بازنگشتن به برجام چه چیزی در انتظارش است. آیا مسیر مستقیم ارتباط بین تهران و واشنگتن باز شده؟ خب این کانال در سالیان اخیر هیچ وقت کاملا بسته نبود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان سال هاست که لابی هایی داره در آمریکا. این لابی ها تابلو ندارن که ما لابی جمهوری اسلامی هستیم، ولی هم آمریکایی ها میدونن افرادی که آنجا هستن ارتباط دارن با جمهوری اسلامی، هم خب خودشون میدونن که با جمهوری اسلامی کار میکنن. کافیه که به یکی از این شخصیت های برجسته که گاهی وقتا به عنوان تحلیلگر به حال میان در رسانه ها مطالبی می نویسن، به اونها پیام مستقیم داده بشه، اون پیام مطمئنن طور مستقیم به دست جمهوری اسلامی خواهد رسید. ولی این که گوشی رو مستقیما بگیره وزیر خارجه آمریکا و زنگ بزنه مثلا به حسین امیر عبداللهیان و بهش اخطار بده، چون چیزی نیست در دولت آقای رئیسی. هنوز هیچ دایرکت کانتکتی، در واقع تماس مستقیمی بین دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا، ایالات متحده آمریکا وجود نداره. تماس‌ها معمولاً اون بُعد دیپلماتیکش از طریق حالا دفترهای حافظ منافع یا مدیاتورهای اروپایی انجام میگیره. بُعد مستقیم‌ترش همونطور که گفتم از طریق لابی‌هایی که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف در نهادهای آمریکایی داره. توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند رو می‌شنیدید. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل درباره موضوع هسته‌ای ایران به این کشور سفر خواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی در این رابطه گفته اسرائیل نگرانی خود از مذاکرات بازگشت به برجام را با سالیوان در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر، نشریه اسرائیلی هیوم تمرین نیروی هوایی ارتش این کشور برای شبیه‌سازی حمله به ایران را هشداری جدی از سوی ارتش اسرائیل به جهان دانست و نوشت اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، اسرائیل وارد عمل خواهد شد. در همین رابطه از همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو پرسیدیم آخرین واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوهای برجام چه بوده؟ همانطوری که گفتید، جک سالیوان قرار استش که هفته دیگه وارد اسرائیل بشه. پیش از اون هم مقامات اسرائیلی به ایالات متحده رفتن و آنچه که در اسرائیل گفته میشه که در این گفتگوها مطرح میشه، مسئله جایگزینی هستش که اگر گفتگوهای برجام به شکست بخوره چه باید کرد. یک مقاله جالبی را امروز در اسرائیل هیوم ما دیدیم، یکی از رسانه‌های اسرائیلی، در او یک مقام نظامی اسرائیلی که نخواسته نامش فاش بشه از طرح‌های اسرائیل برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده. در ابتدا گفته شده که هر واکنش نظامی اسرائیل حتما با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهد شد و حتی با شرکت ایالات متحده. این حمله نظامی قریب الوقوع نخواهد بود و مدت زمانی طولانی طول خواهد کشید تا این فرصت به دست بیاد که به جمهوری اسلامی ایران و به تأسیسات نظامی و اتمی ایران بتونه اسرائیل حمله بکنه. یک مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این هستش که اسرائیل خودش را برای مقابله نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، بلکه با جبهه‌های دیگری چون لبنان، عراق، سوریه، یمن و همچنین غزه آماده می‌کنه که در صورت حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران، نیروهای نیابتی
جمهوری اسلامی ایران دست به واکنش بزنن. باید گفتش که در این مقاله نوشته شده که اسرائیل برای گرفتن 4 تا از هواپیماهای K-46 که مأمور سوخرسانی در هوا هستند باید منتظر ایالات متحده بشه. در حال حاضر ایالات متحده قبول نکرده که این هواپیماها را سریعا در اختیار اسرائیل قرار بده و بدون این هواپیماها رسیدن به مناطق دوردست در داخل ایران برای جنگنده های اسرائیلی بسیار مشکل هستش. همینطور ایالات متحده باید موشک های ضد هوایی اسرائیل را آرسنالشون را کامل بکنه، همچنین موشک هایی که به جنگنده های اسرائیلی قراره که وصل بشن را نیز باید ایالات متحده تامین بکنه. به گفته این روزنامه اسرائیل به اماکنی چون نتنز، فردو، کارخانه های ساخت سانتریفوژ در تهران و اصفهان، کوره آب سنگین در عراق و همچنین در پرچین و همچنین بسیاری از پایگاه های ضد هوایی جمهوری اسلامی ایران را ممکن هستش که در مورد حمله قرار بده. توضیحات همکارم بابک اسحاقی از تل آویو رو میشنیدید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به طرح رتبه بندی تصویب شده در مجلس اعلام کرد اگر مجلس تا روز یکشنبه 28 آذر طرح رتبه بندی و همسانسازی واقعی را تصویب نکنند و معلمان زندانی آزاد نشوند، از روز سه‌شنبه اعتراضات سراسری از سر گرفته خواهد شد. این شورا بار دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی شد. به تازگی مجلس ایران لایحه‌ای را با نام رتبه بندی تصویب کرد که معلمان آن را سرهم بندی می‌خوانند و می‌گویند این لایحه تأمین کننده خواسته های آنها نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری دست کم 6 معلم در ایران زندانی هستند. در ادامه فشارهای صنفی به فرهنگیان ایران، شورای عالی فعالان صنفی معلمان اعلام کردند معلمانی که از سراسر ایران برای شرکت در جلسه پاییز این شورا عازم تهران شده بودند بازداشت شدند. طبق توضیح محمد خاکساری از اعضای این شورا، بسیاری از این معلمان آزاد شدند اما 3 نفر از آنها همچنان در بازداشت هستند. همزمان رسول بوداقی معلم زندانی در تماس با خانواده اعلام کرده که در زندان انفرادی است اما از محل بازداشتش اطلاعی ندارد و او از دسترسی به وکیل و شکایت محروم است. او گفته نیروهای امنیت با قفل فرمان خودرو به سر و صورتش زدند و وسایل ارتباطی او را ضبط کردند. فاطمه سپهری و محمد نوریزاد فعالان سیاسی در یک پیام مشترک به ادامه بازداشت معلمان ایرانی اعتراض و درباره بیخبری نسبت به وضعیت جواد لعل محمدی معلم بازنشسته و از منتقدان علی خامنه‌ای ابراز نگرانی کردند. همزمان بیش از 600 کنشگر مدنی بیخبری طولانی از وضعیت این معلم بازنشسته را محکوم کردند. این گروه در بیانیه خود نسبت به شایعه پراکنی، اعترافگیری اجباری، شکنجه روحی و جسمی این فعال صنفی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای هشدار دادند. این فعالان در بیانیه خود آوردند که در 2 ماه گذشته دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با روش‌های غیر انسانی به خانواده لعل محمدی فشار آورده و راه هر گونه اطلاع رسانی را مسدود کردند. جواد لعل محمدی پیشتر نیز بازداشت، شکنجه و در جاده رها شده بود و ماموران امنیتی او را تهدید به مرگ کرده بودند. من واقعیتش ماندم به این که مگه میشه یه معلم رو به خاطر خواستهای خوبش زندانی کرد؟ یعنی شما زیر و بالای سخنان آقای سپهری و آقای هاشم خواستار رو زیر رو بکنید چیزی مگر جز این که خواسته های درستی داشتن با اونها بوده، چرا اونها تحمل نمیشن؟ خب خانم سپهری، به نظر شما چرا برادر شما تحمل نشده؟ چرا به خواستار تحمل نشده؟ برای که جمهوری اسلامی از جنس ملت نیست، از جنس آقای خواستار و آقای سپهری و آقای جعفری نیست. به آقای سپهری چرا زندانه؟ برای اینکه برای دانش آموزان کشور نگران بود، برای اینکه برای آینده کشورش نگران بود. آنچه که گفت در این 3 سال جز حقیقت و واقعیت های جامعه چیز دیگری نبود. بر آن 29 ماهه که در زندان بدون گناه. دوست داری جامعتون چجوری تصویر بشه؟ خودتون ترسیم کنید جامعتون. در جامعه‌ای که آزادی باشه همه چی خواهد بود. همه چیزهای خوب در آزادیه، در بزن و بکوب و محدود کردن نیست. حق خودم و امثال خودم رو میخوام.
من به عنوان یک زن در جامعه جمهوری اسلامی هیچی ندارم، نه حق حضانت دارم، نه حق طلاق دارم، نه حق خروج از کشور دارم، فقط یه حق رأی دارم که اون هم برای جمهوری اسلامی، که اون رو از 88 دیگه برای خودم نگه داشتم. از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول پرسیدیم جزئیات بیانیه شورای هماهنگی معلمان را از شما بشنویم و بر چه مواردی در این بیانیه تاکید شده است. مهمترین نکاتش رو شما در اخبار گفتید و همین گزارشی که منتشر شد، اون کانون اصلی بیانیه اعتراض به شکل تصویب لایحه رتبه بندی هست که به درستی معلم ها اون رو سرهم بندی میدونن و با بودجه بسیار کمی تصویب شد. و نکته دوم و مهم دیگه اعتراض به بازداشت معلم ها و تداوم بازداشت معلم ها و مخصوصا اعتراض به برخورد بسیار بدی که در حین بازداشت با آقای رسول بداغی شد و هم با توهین و بهاشی همراه بوده و هم با ضرب و شتم خیلی شدید و همچنان هم حالا بعضی از دوستان میگه اعتقاد دارن که در بند 209 اوین هست، ولی این اطمینان رو ندارن که الزاماً اونجا باشه و از ملاقات و تماس با خانواده هم ظاهراً محروم هست. محور اصلی پس همین بحث رتبه بندی و اعتراض به بازداشت معلم ها میتونیم در نظر بگیریم. توضیحات نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول رو میشنیدید. در همین رابطه از پوران ناظمی فعال مدنی از تهران پرسیدیم از جواد لعل محمدی اطلاعاتی در دست نیست. رسول بداغی هم در انفرادی است. چرا با معلمان چنین رفتاری میشود؟ من تصور میکنم که این اعتراضات معلمین خب از 20 سال پیش شروع شد، از یک اعتراض کوچک شروع شد و دولت این رو جدی نگرفت که این حرکت میتونه به یک جنبش اجتماعی بزرگ تبدیل بشه. به علاوه این که معلمان از فرهیخته ترین و آگاه ترین اقشار جامعه هستن، یعنی کسانی نبودن مثل خیلی از اقشاری که میان یک جنبش مثلا شکل میگیره و یکی دو روز بعدش فراموش میشه. اینها خواسته هاشون رو میدونستن، میدونستن برای چی اومدن و دنبال چی هستن، بی‌عدالتی رو با پوست و جونشون لمس کرده بودن. به این دلیل اینها الان حکومت واقعا با یک طوفان بزرگ مواجه شده، با یک جنبش اجتماعی بزرگ مواجه شده که اگر این رو به یک شکلی کنترل نکنه، خب این سرایت میکنه به همه جا و متاسفانه داره اشتباهی رو که همیشه میکرده دوباره تکرار میکنه. آقای لعل و خواستار و بداغی دیگه یک شخص نیستن، یک جریان هستن. با بازداشت کردن غیرقانونی اینها حتما که این جریان متوقف نخواهد شد. این اشتباهی که همیشه این حکومت داشته و متاسفانه باز هم داره تکرار میکنه. و همچنین پرسیدیم انتشار اسامی 31 معلم زندانی نشان می‌دهد که پاسخ حکومت به خواسته معلمان تنها بازداشت و زندان بوده. چرا چنین است؟ مگر معلمان خواسته های غیر منطقی دارند؟ نه، معلمین واقعیت اینه که خواسته غیر منطقی ندارن. ببینید اینها علاوه بر اینی که حالا به آموزش و پرورش، به تمام فرهنگ و پایه‌های دانش مملکت با این وضع دارن آسیب میرسونن، منزلت معلم‌ها رو واقعا اینها کم کردن. معلمی که واقعا در کلاس درس نتونه بجز به درس دادن و به تعلیم دادن دانش آموز به چیزی با قرار باشه فکر کنه، خب واقعا نمیتونه. بی‌عدالتی رو ببینید شما در همه این مسائل و شرایط این معلمین داریم میبینیم. ما معلمهایی رو میبینیم که حتی من معذرت میخوام این رو میگم، اما به خاطر رفع نیازهاشون حتی دارن دست فروشی میکنن. در کدوم کشور دیدید که واقعا با معلمی همچین رفتاری بشه؟ شما دارید میبینیم بودجه‌هایی رو که به سایر جاها میدن، به حوزه ها میدن، به جاهای دیگه میدن، چقدر متفاوت هست با معلمین. اینها خواسته ناحقی ندارن، اما متاسفانه این حکومت در طول 20 سال گذشته که باید به مرور این کارها رو میکرده رو انجام نداده، خواسته های به حق اینها رو واقعا توجه نکرده و الان واقعا با یک طوفانی مواجه شده که نمیتونه کنترلش بکنه. توضیحات پوران ناظمی فعال مدنی از تهران رو میشنیدید. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پس از عزل مولوی محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر، دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تماس با برخی از امامان جمعه اهل سنت از آنان خواسته به این اقدام اعتراض نکنند. کانال رصد بلوچستان هم در گزارشی خبر داده دفتر خامنه‌ای و اطلاعات پس از عزل مولانا گرگیج به صورت خصوصی به برخی از امامان جمعه اهل سنت هدایای اهدا کرده است.
با این حال عبدالکریم حسین پور امام جمعه اهل سنت شهر گشت حمایت خود را از گرگیج اعلام کرد و گفته ها مبنی بر اهانت گرگیج به اهل بیت را تهمت محض دانست. پس از آنکه کاظم نور مفیدی نماینده خامنه ای در استان گلستان در اقدامی غیر معمول محمد حسین گرگیج را عزل کرد، مردم با تجمع مقابل خانه او به این کار اعتراض کردند. پیام‌های منتشر شده حاکی از حضور نیروهای امنیتی و ضد شورش در اطراف خانه امام جمعه پیشین اهل سنت است. روز گذشته برخی مردم آزادشهر در اعتراض به دستور حصر خانگی محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت او را به مسجد بردند. اگر من هزار جان داشته باشم فدای دین. علت عزل محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر گفته های او درباره ازدواج امام حسین با دختر یزدگرد اعلام شده است. گرگیج گفته بود عمر این دو را به عقد هم درآورده و نسل بعدی امامان از آنها بوده و اگر کسی خلافت عمر را نپذیرد نسل های بعدی امامان زیر سوال می رود. اونجا حضرت عمر گفت که این دختران بادشاهان ایران هستند، اینا از نوادگان اون ساسانی ها هستند، اینا را باید با عزت و احترام به اینا برخورد کرد و من برای شابانو یا شاه زنان شوهری بیتر از حسین نمی بینم، اون را به نکای حسین درآورد رضی الله عنه که زین العابدین از اون به وجود آمد و نه تا امام دیگه از نسل اون شاه زنان یا شاه بانو هست. این زمان غنیمت و خلافت حضرت عمر بود. اگه ما خلافت حضرت عمر را زیر سوال ببریم و این را خدای نخواسته ظالم و غاصب بدانیم، پس چه حیثیتی برای ائمه میماند؟ از مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از تورین پرسیدیم. در صحبت‌های آقای گرگیج به امامان شیعه یا هیچ کس دیگر توهینی نشده. چرا پس چنین برخوردی با ایشان شده است؟ ببینید، ما اگر به تاریخ برخوردهای امنیتی در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، معمولا در جمهوری اسلامی اول تصمیم میگیرن که کسی باید حذف بشود یا نه و بعد به دنبال پرونده سازی میره. ما خب خیلی وقتا دیدیم، مثلا فرض کنیم کسی رو خواستن که اون رو بازداشت بکنن یا بگیرن، اول این تصمیم گرفته شده بعد ریختن در منزلش و حالا چیزی پیدا کردن به عنوان اتهام. در جمهوری اسلامی یک سری کلید واژه ها هست، مثل توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی و مسائلی که اینها هیچ کدوم مستاقی شما در قانون وجود نداره که واقعا اینها باید چه کسی چه چیزی بگوید یا چه عملی مرتکب شود که شما بتونید شامل این اتهام بشود. صحبت از این کردن که آقای مولوی گرگیج به ائمه بی احترامی کردن، خب بسیاری از علما و به حال روحانیون اهل سنت گفتن اینها مسائل تاریخی است. من خب اطلاعات فقهی یا دینی ندارم، اما همینقدر بگم که خود مولوی گرگیج اسمش محمد حسین هست و گفته میشه که من مطمئن نیستم از پسران ایشون هم یکی اسمش علی هست یکی اسمش حسن هست. یعنی کسی که به هر حال انقدر ارادت به یک خاندانی دارد، به کسی دارد که اسم خودش و فرزندانش رو از این خاندان میگذارد، طبیعتاً بی احترامی یا سوء نیتی نسبت به اینها نداره. و اینها دیروز هم اعلام عرض کردم که اینها یک پروژه‌ای هست از سال 86 شروع شد. این پروژه به همون شکلی که در حوزه‌های علمی اهل تشیع و بسیاری از روحانیون مراجعی که منتقد بودن در محور ولایت نبودن به قول آقایون، اینها به بیت اونها حمله شد، به اونها نسبت‌های ناروا زدن، اونها رو حذف کردن، خانه نشین کردن. از سال 86 با تأسیس شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت، این رویه در حوزه‌های دینی اهل سنت هم شروع شد. بسیاری از امامان جمعه رو به بهانه‌های مختلف آمدن، اونها رو بازداشت کردن، در اونها پرونده سازی کردن و اونها رو عزل کردن. متاسفانه اینها رسانه نشد در چند سال گذشته و به جای اونها امامان جمعه ای رو گذاشتن که اینها به هر حال یا به شکلی آتو دارن به جمهوری اسلامی یا به هر حال یک مقدار نگاه مسالمت آمیزتری دارن. توضیحات مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از تورین رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.